פרק אבות פסל צהרום משנה השת רבי יוסף מפרמוד הר כס כה עזת מכונה תורה רע שחס או עזתמנד הסט דנזר מרדום אמה آن کسی که خار میکنه تورا را شخص او خار خواهد شد در نظر مردم ما ایرانی ها برای تورا خیلی احترام قائلیم جوری قائلیم احترام اگر تورا میارن همه بلند میشه بلند اگر ماش میکنیم، اگر ماش میکنیم که خسته میشیم و اگر به ایرانی بگن آقا تو را دوست داری؟ میگه بله، البته چی تو را مقدسه فقط با یک بار از پسر دوستان قدیمه که شبات میره داونتان کار گفتم که تو برای تو احترام قائلی البته چرا نه تو را جلوی تو را بلند میشی بله ببینم اگر به تو $1,000,000 نقد بگن روی میز بگن یه را بهت میدیم و این کاری بکن خلا باز کن تو را بیار بیرون بگن زمین وا ویلا چی؟ تو را بزنم زمین؟ نه حاضر شالا غیر ممکنه شما گه ندیدید که یه وقتی توی کنیسایی که تو را افتاد زمین همه چهار میکنن تمام تعنیت میگیرن صداقا میدن گاو میکشن این کار میکنن بسیار خوب باشه تو این طرح مگه چیه؟ طرح مگه چیه؟ پوسته که بیشتره پوسته که کلمه دوش نوشته پوست احترام داره؟ نه پوست چه احترام میده؟ پس احترام تو را نه به خاطر اون جعبشه و اون پوستشه به خاطر مطالبه که درش نوشته شده قوانین هشم تو که میگی من قبول نمی کنم $1,000,000 بگیرم تا را بزنم زمین پس چرا قشنگ کامل تا را می زنی زمین کی زنم زمین خود تا را نوشته که شبات کار نکن که تو کار میکنی یعنی به این تا را اعتنایی نداری برای خودش گفته جواب نداشت بده آخه چیکار کنم مجبوریم فقط شبات ها مشتری هم میان مکسیکه فقط شبات ها میان بینه ایمان داری تو یا نداری به هشم هشم خالقی خلق کرده ما را هشم ما را زنده نگه میداره این قلب تو حالا چند سالته؟ 40 سالته 40 ساله این قلب میزنه قشنگ انشالله 50 سال دیگه هم بزنه اگر کمی لذنش مختل شد دود میره دکتر نوار قلب و چی و چی و چی خب این به چه نیروی اینقدر میزنه از کار نمیفته خودت بهش نیرو میدی توش باتری داری چه بلکه اوست که این قلب به حرکت در میاره او روزی میده او زندگی میده او سلامتی میده او گفته شبات کار نکن کار میکنی خیال میکنی میشه به تو را شوخی کرد حاصل یک روزی چوبشم میخوری نه نفرین نکن من چه نفرین میکنم تو را گفته کل حاسه ملاخا به یوم شبات ما چومات یعنی هر کسی که شبات کار کنه
دورت جماعت، دورت اسرائیل، دورت عزیزان کشته خواهد شد به مرگ فجیعی از بین خواهد رفت. پس احترام ترا نه به خاطر این جعبه است، نه ماست کردنشه، این است که آنکه در ترا نوشته او را انجام بدیم. این میگه احترام. هم میگه اگر کسی که به ترا احترام نگذره، یعنی مطالب آن را اجرا نکنه، پس را خار کرده دیگه، شخص خودش خار خواهد شد. مردم الان ایرانی های ما ده ها هزار آمدند امریکا مثلا انگلیس با امید این که اینجا کار هست، کسبی هست، آزادی هست، راحتی هست، پول جمع میکنند، جمع میکنند، مثل اجران بهتر. اما این روزها میبینیم که این اینطور نیست. همین الان روزنامه خواندم که استیت کالیفرنیا 11 بیلیون نه میلیون، بیلیون، 11 میلیون دلار کسی بودجه داره. این چقدر میشه؟ در این کالیفرنیا در حدود 50 میلیون جمعیت داره. حالا بخوان این پول از مردم جمع کنن، بایستی از هر نفر، از زن بچه، مرد کوچیک بزرگ، تقریبا 500 دلار بگیرن تا بتوانن این کسی را پر کنن. این کم بود، الان دولت امریکا باید خسارت بده. غارت ها که شد، آتیسویا که شد، بوش گفته ما خسارت میدیم. این چقدر به خسارت میدن؟ چند میلیارد. اینا نشانه این است که اقتصاد امریکا داره میاد پایین، خیلی میاد پایین، اینقدر میاد پایین که مردم بفهمن که نه، امریکا که خیال میکردن بهشته، بهش نیست. و باید بدنی موضوعی که باید بدنی در دنیا هر اتفاقی میفته، خوب یا بد، به خاطر اسرائیل، خاطر اسرائیل. چرا؟ اسرائیل ضامن دنیاست. هاشم مرکز ضامن دنیا به ما تورا داده که با مطالعه تورا و انجام فرامینش دیره نگه داریم دنیا را، زلزله نشه، آتش سوزی نشه، جنگ نشه، مرگ و میر نیاد. تا اون نیاد به خاطر این که ما اسرائیل تورا هشتم را نگه میداریم. اما اگر حضرت شالوم به این اوامر پشت پا بزنیم، رعایت نکنیم، نقض کنیم، برای دنیا بلاها میاد، جنگ ها میشه، آتش سوزی ها میشه، سیل ها میاد، زلزله ها میاد. همه اینها به خاطر عوامکاری سیل. بگیم به کسی بگیم مسخره میکنه، یعنی که به خاطر سیل طورا میشه. خب نمیدنن که هشم که دنیا را خلق کرد میگه برشید بارا الهیم ات شمعیم به ات هارس. معنی ساده این در ابتدا، در آغاز هشم آفرید آسمان زمین را. ولی براش چون تفسیر میکنه، چون کلمه رشید چند معنی داره. یکی توراست، تورا نوبره، نوبره که دنیا هشمه،
یکی این سهله ما خاندیم رشید به خاطر رشید به خاطر تورا به خاطر اسرائیل هشم دویا را خلق کرد به خاطر اسرائیل یعنی دوام و قوام دنیا به خاطر ماست همین دنیا وقت می فرماد که یوم هشیشی و یه عرب و یه بغیر یوم هشیشی خلقه روز اول گفت یوم احا دوام یوم شنی شلیشی عربی همیشی هی نداره هی نداره یوم شیشی هی داره چرا؟ میگن این اشاره است به پنج سفر تورا شیشی هم اشاره است به ششم سیوان یعنی هشین با دنیا قرار گذاشت شرط کرد دنیا اگر اسرائیل در ششم سیوان یا من شیشی ششم سیوان پنج سفر تورا را قبول کنند تو پایدار هستی و الا من دنیا را نابود می کنم چون دنیایی که بی تورا باشه به درد می کنم وقتی کشم خواست به اسرائیل تورا بده با موشه فرمود موشه من تورا را پیشنهاد کردم به ملت‌های دیگه یکی گفت چون این تورا دزدی را قدغن کرده ما نمیخوایم دزدی خوب چیزی یکی گفت چون قتل حرام کرده نمیخوایم از میخواه آدم بکشه برشه افتیر داره زنا را حرام کرده نمیخوایم میشه شرط بول نکرد ماند اسرائیل هشی گفت موشه برو بگو به اسرائیل تمام دنیا تو رد کرده من شما فقط شما هست اگر شما تو را قبول میکنی دنیا هست به الا من دنیا را کن فیکن میکنم دو مرتبه از بین میبرم جلیدن که نه شوخی بردار نیست بقاعد دنیا و خودشان باطل تو راست قبول کرده گفتن باشه کل اشهر گیبر هشم نعسه بنشما یعنی میسوها را اول انجام میدیم بعد میپرسیم خب این میسوه حکمتش چیه؟ نمیگیم اول ببین حکمتش چیه تا انجام بدیم نه گفتن نه ما میدانیم فرامین تورا اجانب هشمه تمام حکمت داره و تمام از روی عقل و به خاطر خوبی انسان گفته شده تمام خوشبختی انسانی خوراک کاشه به نفع کیه سلامتی آدمه شبات استراحت بر آدمه دزدی نکن قتل نکن زنا نکن تمام اینها به نفع انسانی و قبول کرد و تا به امروز 3304 که ما تو را قبول کردیم و چقدر به خاطر این تو را پدران ما جانفشانی کردن در کوه‌های آتش رفتن زیر تیغ جلاد رفتن آنها را زنده به گور کردن که اتورا دست بکشن نکشیدن کشته شدن نکشیدن چون که می دانستن دین اسرائیل دین هشمه به تورا هشمه اما این روزها متاسفانه تورا سوس شده می بینی شبات چه خبره کاشر کو چقدر کاشر خوراک داریم تفیلا
کو الان در همین ناحیه انسینو، همین ناحیه انسینو در حدود 5000 اسرائیل است، ایرانی. البته که بعد حسابگیری هست. خب 5000 ایرانی 2000 تا مردن، کمتر که نیست دیگه. 2000 چه تا کنیسه هست در انسینو؟ 6 تا 7 تا. بایستی هر کنیسایی لااقل هر دفعه هر تفیلایی بیاد مثلا 200 فرقه، 200 فرقه بیاد دست کم. توی هفته شباز که بیشتر. اما چی میبینیم؟ چند تا میان؟ اینجا بارخش، اینجا یه پروسپریتیه، اینجا خیلی خوب وضعه. چند تا میان؟ 100 تا میان؟ 100 تا میان؟ نه 50 تا میان. آقای نوزر اینجا ها صبح صبح میگه هفته 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 نه اونجا که ما هستیم مولیدی اونجا 10 تا 11 تا 12 تا که بعضی اوقات 8 هستیم. آقای شالوم میرن گدایی از کسی آقای فراتی گدایی، 2 تا گدایی میکنه کنیسه های گدایی. همین کنیسه هایی رو بردن میشه. بله لس آنجلس هم اینجوریه که به اون شلوغیه. ها؟ لس آنجلس هم اینجوریه. اونجا همینطوره؟ شما کنیسه های آخامیسیه ها اونا اصلا روزهای هفته رو هم نمیخونن، فقط دوشنبه و جمعه. اونم به زور اصلا اما اهل موشی خیلی خوبه. اهل موشی تورت حیم خیلی خوبه. نه اونم زیاد خیلی نه عربیتشو میره عربیت 50 تا 60 تا. خب بله اینه برای که مردم به تورا بی اعتنا شده، براش اهمیت قائل نیست. میشنویم بارا میشنویم فلان کس جوانش رفته دختر مسلمان گرفته، اسپانیایی گرفته، چی گرفته؟ چرا؟ چند دقیقه یک پدر آمد توش من آخام دستم به دامنه به دادم برش. گفتم چی آقا؟ شده؟ گفت پسر من الان مدتی و یه دختر اسپانیایی رفت آمد داره میخواد بگیری. هرچی ما بهش میگیم التماس میکنیم به فرقی میگه نه اینجا آزادی حرف بزنید که من سو میکنم. باید پسر آقا سو کنم. چه میگن؟ دختر گویم نبی. چیکار کنم من؟ چیکار کنم؟ گفت آقا من شما سوال میکنم، شما در تهران چیکار داشتی؟ گفت من در خیابان پهلوی بوتیک داشتم. خب صبح های هفته کنیسه میرفتی؟ نه آقا من شب دیر میخوابیدم، صبح چه برم بشم برم کنیسه؟ نه نمیرفتم. عصرا این حبیبی رفتی؟ نه آقا من مغازم ساعت 10 باز بود توی میخواهید برن. بسیار خوب هفته بخشه شبات کنیسه میرفتی؟ خجالت خودم بس برم کار، مغازه من معروف شده بود، مشتری زیاد بود، نم که شنبه میامده. بسیار خوب جمعه میرفتی؟ هر جمعه تعطیلی بود ولی من میرفتم مغازه. خب تا کی مغازه بودی روی جمعه؟ ساعت 10 این مردم بیکاره میامده، ساعت 10 میامده یه خانه. او 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 عبید میخندی؟
عربی چی هست؟ عربی چی؟ من عربی که میدهیم چی؟ خب قدوشو گفتی؟ قدوش این چی؟ یعنی؟ نه خب تلویزیو میدیدی؟ آه یک برنامه هایی داره شبا شبات خیلی عالی آدم کیف میکنه تلویزیون میدیدم بله صبح شبات یه زمی رفتی؟ نه مغازه بودی خیلی خوب این از تو حالا پسرت بذار درس خوان پسر تو را آلیانس کره اتفاق نه اندیشه به یک مدرسه بود هدف خارزمی آذر نمیدن بلالله ها نه از اینا بوده خب این پسر تو در خانه تو یهودیت دید شبات دید خدا کاشر چی میخوادی کاشر؟ نزدیک ما اون پایین ها یک مغازه قصبی گویما گوشتاش برخی میشه آخ اون عالی بود اون کاشره دیگه پایین تمیز بود پسر تو توی خانه چیزی ندی از یهدون مدرسه هم رفت تو گویما خیلی خوب دیپلم گرفت الفبت هم بلد نبود آمد این رفت دانشگاه دانشگاه رفت خب در دانشگاه یک دختری دید مامانی خیلی قشنگ یاس اسپانیایی هست یه هر مرده عاشق شده خب چرا نگیره؟ یه من چه فرق میکنه؟ این انسان انسانه پس بگو آقا بگو زنم خودم کردم که رحمت بر خودم باید و بگه لعنت ها میگم رحمت از دست من کاری ساخته نیست خود خراب کردی من چی بسیدم برای تو حالا متاسفانه این هست خانواده های سلی ایرانی در خانه هاشان اثری از کشروت نیست اثری از قدوشای شبات نیست تفیلان نیست کنیسان نیست اگرم ادهی صبح شبات برنگ زبیل بر نمیرن چیز بخونن چون نه خواندن بلدن نه اعتنا میکنن میرن چیکار کنن همدیگر را ببینن چه خبره اخبار کسب کنن تفیلا که نیست نمیدنم شما حسل میخونن که من نمیکنن بلد نیستن که بخونن شما حسل لحاشم که هیچی که میان ده میان کلیسا هشت شروع شده، هفته این شروع شده ده میان، هم دیگه هم میبینن، احوال پرسی میکنن، اخبار میگیرن یازده میرن، یالا مغازه الان این طوره شده و این وضع خطرناکه، خیلی من نگران هستم